هفتم قیمت و امی جمال قیمت جمال و مقبولی چی است در دنیا یک نفر اگر میخوای مقبول باشه و جمال داشته باشه زیبا باشه قیمتش چی است قیمتش پول هست که باید با پول این مقبولی را بخره این جمال را با پول بخره اگر یه آدم بینی دراز داشته باشه باید بره بینی خود ببره اگر لبایش خوب بشه نباشه باید لبای خود ببره لبای کلان بشه جلای پلاستیکی بکنه یا مثلا دیگه وجود خود عملیات بکنه در برابر پول ای کار باید بکنه و یکی از, از لوازم آرایش و همسال ازی استفاده بکنه که آل مصرف لوازم آرایش زیاد شده چرا به خاطر ازی که بدبختانه جوانا و بچا هم استفاده میکنن از آرایش سابق تنها خانم ها استفاده میکردن آل قیمت قیمتشون بالا رفته به خاطر ازی که طبقه زکور هم آرایش میکنن ابرای خودا میچینن گوشوارا مندازن و یک چند وقت با شاید که کارهای دیگر هم بکنن که از مقام مادی خدا میخوان و مقام زنی بندازن ای بابا در برابر پول ای کارا میکنن اما ببینیم که در جنت مقبولی چه قسم بل دست میه اگر یک نفر میخواد که مقبول ببانه میشه و مقبول تر و روز روز در جنت باشه چی باید بکنه ای را میتونیم در در حدیث محمد صلی وسلم این مطلب پیدا بکنیم در حدیث وارد هست از حضرت انس رضی الله عنه که می که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود همانا در بهشت محل تجمع یعنی بازار است که مردم در هر جمع به آن می آیند و باد می وزد و در روها و جامعه هایشان می خورد و حسن و جمالشان افزوده می گردد و به خانواده های خیش باز میگردند در حالی که حسن و زیبایی و جمالشان افزوده شده و خانواده شان برای آنها میگویند خانواده هایشان برشان میگه میگد سوگند به خدا که به زیبایی و جمال شما افزوده شده است و آنها میگویند سوگند به خدا که زیبایی و جمال شما هم افزوده گردیده است سبحان الله ببینید میری مثل نماز جمعه که ما شما امروز میریم تمام مسلمان ها و مومنین که در جنت هستن جمع میشن در یک جای تجمع میشن یک باد یک شمال میای میوزه در وجود کلگی در رویشان در, در, در وجودشان اینا مقبول شده میرن زیبا شده میرن جذاب شده میرن وقتی که میان در خانه چون اونجا خانه داره هر کس در خانه وقتی که میان پیش خانم خود پیش اولاد خود پیش نماتی که خداوند برشان داده هورا اگر باشه برازی میگن که سبحان الله شما مقبول شده جمالتان زیاد شد اینا میگن که به خدا قسم که شما هم مقبول شده یا در خانه هم مقبول شدین روز به روز انسان مقبول شده میره جمال زیاد شده میره اما در دنیا عملیات میکنی چند وقت تکلیف ها میبینی پریشانی رو میبینی ضعیف شدی دیگه عملیات هم کردن نمیتونی بسیار انسان ها عملیات کردن عملیات کردن یه که مقبول شدن اما حالت اصلیشان از پیشان رفت اون بینی اصلی در از دادن خدا نجات به تعذیب و اسفسه های شیطان که ما را در این ای مسیر تشویق نکنه نقطه پایان در دنیا چی هست؟ نقطه پایانی که نقطه پایان و در بره هر کار انسان باشه چی هست؟ مرگ هست کارکاره باشی؟ رئیس جمهور باشی، موین باشی، دکتر باشی، انجینر باشی، تجار باشی، بچه فلم باشی، دختر فلم باشی، هر چیزی باشی، مرگ نقطه پایان است برات. خلاص میکنه کل کارتا بعد چند وقت فراموشه کسایی که بر چک چک فراموش از اونام هم میشی همه در جنت مرک وجود نداره ای تفاوت تفاوت بسیار مهم هسته که هر چیزی به دست بیاری در دنیا مرگ ارتباط با اون چیزهایی که به دست آورده قطع میکنه اما در جنت مرگ دیگه وجود نداره یک دفعه مرک هست در دنیا پیر میشی هر قدر جوان باشی در جنت پیر نمیشی جوان میمونی در دنیا هر چیزی که بدست بیاری ادستت میره اما در آخرت خداوند که در نعمت داد باز دیگه از پیشت نمیگیره ممکنه یک نفری ایجا یک روز یک آدم پیسدار پیدا بکنی یک چهار گپی تا بالا بزنی خوش بسازی شه یک کار بسیار خوب برات بته در یک دفتر کار بکنی بهترین موتر زیر پایت باشه یک روز اصابش خراب هست امرای خانم خود غالمغال کده میاد طرف تو میبینه که نکتایی تام هم سعی ریشت پاک نه یک دفعه میگه یور فایر خلاص نه دیگه او معذرت تو را قبول میکنه خلاص شدی مجبور که بگیری بری باز یک کمپانی دیگه کار بکنی کل چیز از پیشت میره اما در آخرت و قسم نیست خداوند که داد چیزی را برات میته بر همیش میته و ای را میتونی ما در حدیث محمد صلی اللہ پیدا بکنیم در حدیث وارد هسته ای ایره ام ابو سعید و ام حضرت ابو حریره روایت میکنه که پیامبر صلی فرمود چون اهل بهشت و به بهشت در آیند, منادی اعلان می کند که همانا برای شماست که زندگی نموده و هرگز نمیرید و همانا برای شماست که تندرست بوده و هرگز بیمار نشوید و برای شماست که در آن جوان شده و هرگز پیر نشوید و برای شماست که از نعمتها برخوردار شده و هرگز محروم نشوید سبحان الله این را که صحبت کردیم ای کلش در جنت وجود داره و حقیقت هسته ای احادیث فراوان بود راجع به جنت و نعماتی که در جنت هسته اگر ما پیرامون ای احادیث صحبت کردیم جملات کلمات شکسته و نتونستیم مطلب به صورت درستش برسانیم ای از نقص خود ما هست و ای از از ضعف ما هسته در غیر از او نماتی که در جنت وجود داره نمات حقیقی هست نماتی هست که هست وجود داره و یک مؤمن باید با این اعتقاد باور داشته باشه و در آخر چون بهترین کلام کلام الله هست صحبت خدا با یکی از آیات قرآن شان سوره یونس آیت نو و آیت ده که خداوند متعال باز راجع به نمات جنت اشاره کرده در ایجا صحبت خدا, خدا خاتمه می بخشیم خدوان خداوند مي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين همانا هانانك إيمان آورده و کارهای شایسته کردن راهنمایی کند ایشان را پروردگارشان به سبب ایمانشان به بهشت که می رود از زیر آن جوی ها در بوستان های نعمت دعایشان در آنجا سبحانک اللهم باشد یعنی پاکی تو راست بار خدایا و دعای خیرشان با دیگر سلام بود و نهایت دعایشان این است که حمد و سنا خدای راست که پروردگار عالمیان است اللهم <applause> ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار